با خبرهای از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان میبریم. نخست وزیر مصر در یک نطقه تلویزیونی اعلام کرد که اعضای کابینه او به طور جمعی استعفا کردند. حازم الببلاوی نخست وزیر موقت مصر هیچ گونه دلیل مشخصی را برای این تصمیم خود عنوان نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر پس از اعلام استعفای کابینه دولت از نخست وزیر خواست تا انتخاب نخست وزیر جدید اداره امور کشور را بر عهده داشته باشد. راهپیمایی بزرگ مخالفان دولت ونزوئلا در کاراکاس پایتخت آن کشور به درگیری معترضان با پلیس منجر شد. مخالفان دولت در شرق پایتخت به سمت پلیس سنگ پرتاب می‌کردند و پلیس برای پراکندن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. طرفداران دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در مرکز کاراکاس در تجمعی جداگانه راهپیمایی کردند. در 11 روز گذشته 10 تن در درگیری‌های خیابانی میان مخالفان و موافقان دولت در ونزوئلا کشته شدند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در تایلند، امروز دفتر نخست وزیری این کشور با تایید خروج نخست وزیر از بانکوک گفت که جلسه کابینه احتمالاً در شهری دور از پایتخت برگزار خواهد شد. فرمانده ارتش تایلند میگوید که نظامیان بی‌طرف خواهند ماند و در درگیری حضور نخواهند داشت. گزارش آیکی است که در درگیری‌های روز یکشنبه بین مخالفان و نیروهای دولتی تایلند 3 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند.